کشورهای اسلامی در پی پیروزی مقاومت و مردم فلسطین بر علیه پیروزی بر صهیونیست ها احساس وظیفه ویژه‌ای کردند که در تهران گرد هم آمدند تا با صدای بلند چند پیام رو منتقل کنند. پیام اولی که از تهران منتقل امروز داره میشه این هست که پیروزی رو تبریک بگن به مردم فلسطین. پیام دوم این که مقاومت توانست در جنگ 12 روزه اخیر رژیم صهیونیستی رو حداقل 2 دهه به عقب برونده. و پیام سوم این که اعلام همبستگی بکنه این اجلاس برای حمایت از مردم فلسطین، برای بازسازی غزه و اینکه اقدامات عملی توصیه بشه به دولت‌های کشورهای اسلامی، اقدامات عملی از جمله تلاش برای محاکمه جنایتکاران رژیم صهیونیستی در دادگاه‌های محلی، مستقل و بین المللی و تلاش برای ایجاد کشور واحد فلسطینی در سراسر سرزمین تاریخی فلسطین به پایتختی قدس شریف. من فکر می‌کنم این یک شروع خوبی است برای اعلام همبستگی و عمل به وظایف کشورهای اسلامی، پارلمان‌ها و مردم کشورهای مسلمان.